سلام گرم به شما هموطنان گرامی نوید محمد زاده هستم با زنگ سلامت قسمت 45 خیلی خوشحالم که تونستم این همه برنامه برای با همکاری و کمک عزیزان محترم براتون تهیه کنیم و به جز من افراد زیاد دیگه دارن زحمت میکشن خواستم تشکری بکنم در اینجا از همه عزیزانی که در تهیه و تدارک این برنامه همکاری میکنن و امیدوارم که شما هم بتونید با استفاده درست و افزایش اطلاعاتتون بتونید با بیماری هاتون خیلی خوب کنار بیایین و زندگی سالمی برای خودتون و خانواده و اطرافیان داشته باشید در این برنامه میخوایم به دیگنوزز در واقع تشخیص و ارزیابی بیماری بپردازیم. در نظر اول شاید به اینجوری تفهیم بشه که تشخیص و ارزیابی مربوط به افراد متخصص پزشکی میشه و برای مریض شاید چندان مفید نباشه ولی با توضیحاتی که در ادامه میدم متوجه خواهیم شد که با این اطلاعات پایه‌ای که شما داشته باشین میتونه خیلی راحت به بهبودی و ریکاوریتون کمک کنید نکات مهمی هست راجع به ارزیابی و دیاگنوزیس که براتون توضیح میدم امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیره شما کلا وقتی که پیش هر رشته متخصص پزشکی دکتر فیزیوتراپیست حتی چشم پزشک دندان پزشک هر جا که میرین اینا اول میان تشخیص بیماری بدن معمولا تشخیص بیماری یه سری قواعد و قانون های خاص خودشو داره که این افراد در طی آموزش هایی که میبینن با اینا آشنا میشن ولی بازم متاسفانه خیلی از مواقع تشخیص اشتباه انجام میشه در واقع اون فرد متخصص نمیتونه تشخیص بده و یا بعضی از مواقع تشخیصش نادرست هست به همین دلیل شما بایستی به با عنوان مریض همیشه به این نکته توجه داشته باشین که وقتی پیش یک متخصص پزشکی میرین بعد اینکه این کاراشو کرد و آزمایشاش و, و تستاشو انجام داد و بهتون میگه به عنوان مثال شما آرتروز زانو دارین یا کمر درد دیسک کمر داریم با عنوان مثال بایستی اولین نکته ای که از خودتون سوال میکنین این باشه که درست به نظر میاد یا نه و در واقع بایستی به نوع دردتون نگاه کنید و نکاتی که این متخصص بهتون میگه ببینید من سری پیش راجع به انواع دردها و اینکه چگونه و چجوری این درد رو حس میکنید و مدیریت میکنید صحبت کردم این بحث در واقع ادامه همانه شما وقتی که نوع دردتون رو بدونید که آیا این درد عمیق یا سطحیه درد تیز درد کوفتگی درد عصبی که از یک کمرتون میره به پاتون به عنوان مثال یا درد اعضای داخلی یک کوچکترین اطلاعاتی که راجع به نوع دردتون که داشته باشین میتونید از تشخیص دکترتون مطمئن باشین معمولا متخصصین پزشکی با یه سری سوالات راجع به بیماری اینکه کی شروع شده چند وقت اینو دارین که یا این درد و ناراحتیتون بیشتر میشه کی کمتر میشه و چه مسائل جانبی دیگه باعث افزایش این درد میشن چیا باعث کاهش درد میشن و اینجور سوالا مس... به یک جهتیابی میرسه در واقع از یک به عنوان ی... یک قیف که از اونجا میاد و باریک میشه و به انتهای خروجی قیف میرسه که به عنوان مثال راجب به کمر صحبت کنیم که یه سری مثال من میزنم براتون واضح بشه شما کمر درد میگیرید پامشین میریم دکتر دکتر یه سری سوالا میپرسه از شما حالا فیزیوتراپیست یا دکتر فرقی نمیکنه هر کدوم از این سوالا هم در واقع یک دلیلی داره اینکه چه نوع دردی کی برای اینکه اینا هر کدوم مختص به یک سری بیماری ها و جراحت ها هستن به مثال درد عصب فرق میکنه درد مایچه فرق میکنه درد عمیق فرق میکنه درد سطحی فرق میکنه با اطلاعاتی که دکتر از این طریق از شما به دست میاره جهتشو مشخص میکنه مسیرشو مشخص میکنه و در نهایت میگه خیلی خب پیش خودش میگه این درد مایچه به نظر نمیاد باشه این کمر ایشون درد دیسک یا درد عصبه حالا به اون مثال دارم میگم اینا رو وقتی که این مسیر اومد پایین رو کرد و تشخیص یه حدی مشخص شد میاد یه سری تست ها و آزمایشات دیگه ای انجام میده که مطمئن بشه از اون دیفرنشیل دیگنوستیک میگن در واقع که تخمین تشخیص تخمین میزنه که این دیسک یا سیاتیک میاد چهار تا تست و آزمایش مربوط به دیسک انجام میده چهار تا تست مربوط به سیاتیک انجام میده و در نهایت به شما میگه نه این سیاتیکه دیسک نیست و از این طریق به تشخیص میرسه در خیلی از موارد یه سری آزمایشات جانبی دیگه لازم داریم مثل آزمایش خون مثل عکس های مختلف از اکس رای تا ام تا سی تی اسکن اولترا ساند و غیره که کامل کننده این مشخصات دردی و بیماری که شما به اون دکتر دادین و مثلا شما یه سری اطلاعات میدین یه سری اطلاعات از آزمایشات خون و یه سری اطلاعات از عکس هایی که جمع وری کرده که همه رو میذاره کنار هم و میگه شما دیسک کمر دارید و بر مبنای این تشخیص که درمان شروع میشه همونجور که گفتم همین خود لندن من شاید سالی ده پونزه تا مریض اقرار نکنم میان پیش من و متوجه میشم که این دردشون متاسفانه اشتباه تشخیص داده شده ببینید دکترها هم یه سری افراد هست مثل خود شما ها هستن وقتی میگم دکتر تمام شاخه پزشکی میتونن خطا کنن میتونن اشتباه بکنن میتونن اون روز روز خوبی نداشته باشه اعصابش ناراحت باشه یا کم خوابیده باشه تمام اینا باعث میشه که کارش خوب انجام نده و یا تجربه کافی نداشته باشه یا یه دانشگاه خوبی درس نخونده باشه یا کلا استعداد خوبی نداشته باشه برای پزشکی تمام اینا فاکتورهایی است که باعث میشه یه دکتر یه جا تشخیص اشتباه بده و مطمئن باشه که دیسک کمر به طور قاطع بهتون میگه و درمان شروع میکنه و یکی از راههایی که شما میتونید متوجه بشین که این تشخیص درست بوده یا نه یه چند مد... روز یا دو سه هفته بعد شروع درمانه در واقع بعد تشخیص درمان شروع میشه حالا چه روش دارویی جراحی و یا فیزیوتراپی و روش های سالم تر بدون دارو در واقع اگه شما چند جلسه گذشت و دیدین که نتیجه ای واسه یه برگردین به اون تشخیص از خودتون سوال کنید از خود فیزیوتراپیستتون سوال کنید از دکتر متخصصتون سال کنید آیا شما مطمئنی که تشخیص درست دادین آیا مطمئنی که من دیسک کمر دارم یا کوفتگی مایچه و این افراد خوشبختانه اگه مم... کارشون رو خوب انجام بدن به هیچ ناراحت نمیشن از این سوالای شما و خیلی خوب دوباره توضیح میدن برای شما و یا اگه لازم باشه دوباره تست میکنه دوباره آزمایش میکنه و یه سری آزمایش ها و تست های جدید انجام میده که مطمئن بشه در واقع پس اگه شما بهبودیتون شروع نشد تسری نشد میتونید دوباره یک جلسه evaluation در واقع داشته باشید یک مورد بررسی قرار بدین و با متخصصتون صحبت کنید که آیا این تشخیص درسته یا ما مسیر بیهوده میریم در واقع ما تو فیزیوتراپی الان من بیشتر راجع بهش صحبت میکنم بعد دو سه جلسه مرتب مریض ها رو دوباره مورد بررسی قرار میدیم که متوجه بشیم آیا اولا تشخیصمون درست بوده دوما آیا با این نوع درمان هایی که انجام میدیم ریکاوری شروع شده و یا ریکاوریش با چه سرعتی داره می میره و مسائل دیگه که بتونیم بهترین و ساده ترین و راحت ترین روش درمانی رو برای مریض ها انجام بدیم پس با مشفرت و بررسی نوع درد و کم و زیاد شدن درد و تغییرات درد شما میتونید متوجه این نکته بشین که آیا تشخیص اولیه این فیزیوتراپیست درست بوده یا نه متاسفانه تو ایران به خاطر شرایط مختلفی که هست از خود دانشگاه ها در واقع این نکته ضعف رو داریم که رو قسمت تشخیص زیاد کار نمی کنند البته آموزش میدن ولی خیلی مختصر و این ف... استاندارد تو فیزیوتراپی ما خوب جا نیفتاده که هر مریضی میره فیزیوتراپیست جلسه اول فقط ارزیابی مریض باشه و اینو دکتر مینویسه نسخه میده که فیزیوتراپی زانو و اینا شروع به درمان این زانو میکنند ولی استاندارد فیزیوتراپی اینه که تمام این تست ارتوپدی رو ما انجام میدیم تمام استاندارد های ارزیابی رو نکته به نکته میریم جلو و تشخیص میدیم بعد اینکه تشخی... خود فیزیوتراپیست تشخیص داد که این دیسک کمره یا سیاتیکه یا کوفتگی مایچه است یا ساکرا ایلیاک جوین میگن لگن مفصل لگن شما جراحت دیده بعد تشخیص خود فیزیوتراپیست به یه سری اطلاعات دیگه هم اگه نیاز بود از جمله ایکس ری و آزمایش های خون و غیره نگاه میکنیم و بعد درمان شروع میکنیم در کنار اینا خود فیزیوتراپیست که میریم پیشش معمولا با یکی دو تا سوال که اول وارد میشین حالا شما چطوره کم شده بیشتر شده درد شما با دو سه تا سوالی که از شما میپرسه در طی اون جلسه یا اول جلسه متوجه میشه که این بهبودی شما در چه مسیری پیش میره آیا بهتر شدین یا کم یا نه و در واقع مرتب با یه سری سوال هایی که از شما میکنه یه سری اندازه گیری هایی میکنه میگن measurement tools outcome measure اینا رو مرتب اندازه گیری میکنه که مطمئن بشه تو مسیر درستی میره و روش های درمانی که برای این دیسک کمر شما ارائه میده یا زانوی شما تاثیرگذار گذار هستن و بهبودی شما خدای نکرده تاخیر نگداشته باشه چون به این نکته توجه داشته باشین که عزیزان اگه تشخیص اشتباه باشه شما وقت رو هدر کردین و سه ماه میریم فیزیوتراپیست میبینین که تغییری پیدا نکرد دردتون همون اندازه که بوده بوده و هم پولتون در رفته هم وقتتون پس به این نکته توجه داشته باشین که اگه بعد چند جلسه یا چند روز در شرایط مختلف دردتون کم نشد همیشه از اون متخصص سوال کنید و اینو یادتون نره که حقتون بدونید اون متخصص اونجاست وظیفه داره که به شما خدمت کنه متاسفانه تو فرهنگ ما این دکتر سالاری و این آقای دکتر خانم دکتر کردنا خیلی زیاد لطمه وارد میکنه به تمام نظام سلامت بایستی اون متخصص هم مثل همه خاکی باشه مثل همه کارش انجام بده و هستن اکثرا هم اینجوری ولی متاسفانه یک حالتی نباشه که انگار وارد یک دفتر ریاست جمهوری میشی نه بایستی راحت مریض بتونه حرفشو بزنه به دکتر دکتر راحت با مریض بشینه حتی اینجا به ماها یاد میدن که در چه فاصله ای با مریض بشینی یا در چه زاویه ای با مریض بشینی که مریض احساس راحتی بکنه مریض احساس قریبی نکنه چون تو شاخهای پزشکی یکی از تنها جاهاییه که مریض ها اعتماد میکنن به دکتر و اگه این اعتماد پیش نیاد بهبودی شما تأخیر پیدا میکنه پس حتما و حتما به تغییراتی که تو نوع بیماری شما و درد شما پیش میاد توجه کنید و اگه احساس کردین که بیماریتون بهبود نیافته و یا تأخیر داره و یا خیلی یواش بهبودی جلو میره حتما به دکترتون یا متخصصتون بگین و دوباره مورد ارزیابی قرار بدین و یا حقتون اینه که اگه بعد چند جلسه یا از همون جلسه اول احساس کردین که این دکتر اشتباه میکنه یا این فیزیوتراپیست اشتباه میکنه تو تشخیصش به سکند اپینین میگن بریم پیش یه نفر دیگه یه متخصص دیگه و نظر اون طرف دوم یا سوم یا چهارم تا موقعی که مطمئن باشین تشخیص درست انجام داده شده و اثرات بهبودی را ببینید به عنوان مثال به آرتروز یه مثال بزنم براتون من خیلی از وقتها پیش اومده با افراد جوون معمولا دو سه نفر از آشناها پیش اومده میگن من آرتروز گردن دارم آرتروز زانو دارم وقتی باهاشون صحبت کردم دو تا سوال میپرسی و یا اگه دیدمشون دو تا تست انجام دادم میبینم که اصلا آرتروزی در کار نیست چون خیلی از بیماری ها ها و سیمتوم هاشون مشابه همدیگه اند با عنوان مثال وقتی گردن درد شما داشته باشین حالا یه دیسک گردن تو نظر جراحت پیدا کرده باشه در اثر تراما یا تصادفی یا افتادگی یا یه ضربه خورده یه مایچه، گردنتون جراحت پیدا کرده یه لیگامنتی جراحت پیدا کرده یا شونتون درد میکنه میرین دکتر در جا آرتروزی آرتروز گردن اگه دیدین یه دکتری بعد دو دقیقه نوشت آرتروز گردن یا دیسک کمر یا سیاتیک بدونید این اشتباه میکنه و یا اگه بلده کارشو خوب انجام نمیده حرف من اینه که شما به عنوان مریض بایستی از دکتر بخواهین بایستی از دکترها حقتون رو بگیرید اگه کسی خوب کارش انجام نمیده البته جسارت نشه به همکار عزیز. ولی اگه دیدین که رفتی اتاق دکتر از این و رفتی از اون و داروتو نوشتی اومدی بیرون بدون این دکتر دکتر خوبی نیست چون میخواد به جای اینکه 20 دقیقه وقت بذاره برای شما ارزیابی رو انجام بده تو دو دقیقه نسخه نویسه یا حتی من شنیدم دکترها بعضی وقتا 5 تا 5 تا مریض میارن تو میبینن نسخه اینو بنویس اونو بنویس اونو بنویس خب این معلوم این تبابت نیست این استاندارد نیست و شما اینکه باعث اینا رو درست بکنید. درسته یه سری سریال ها و فیلم ها هم ساخته میشه تاثیرات خوبی داره. ولی این تک تک شماهایی که میریم پیش دکتر اصلا حس می کنید. مریض متوجه میشه که این دکتر تشخیص داد وقت گذاشت رو ارزیابی من و تست هایی را که لازم بود انجام داد آزمایش را که لازم بود نوشت یه نکته دیگه هم اشاره بکنم که خیلی وقتها احتیاجی به خیلی از تست ها و آزمایش های جانبی نیست متاسفانه به خاطر پول این کاره میکنن شما کمر داری میری پیش متخصص یا فیزیوتراپیست خیلی راحت میتونه تشخیص بده این گفتگی مایچست که با دو سه جلسه فیزیوتراپی منپولیشن و کارهای دیگه چهار تا ورزش خوب میشه میاد مینیسه امارای اکس نمیدونم آزمایش خون نمیدونم چی 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 ده تا آزمایش مینیسه برای اینکه با چهار تا از همکاره دیگرش تو دو تا ساختمان بغلی پزشکان قرارداد داره که 20 درصد اینو به این دکتر بدن خب اینا هم اضافیه پس شما به عنوان مریض بایستی به نوع دردتون نگاه کنید یا چهار تا اطلاعات پیدا بکنید و بنا به برخوردی که از این دکتر یا متخصص میبینید یه مقداری میتونه متوجه بشین که این آزمایشاتی که این نویسه لازمه یا لازم نیست و یا متاسفانه یه سری جاها حتی فیزیوتراپی هم برای یه سری بیماری ها لازم نیست من دیدم که دکترا همکارا نامه میدن نسخه میدن برای فیزیوتراپی برای چی برای اینکه از اون فیزیوتراپیست درصد میگیره متاسفانه برای اینکه مریض به این فیزیوتراپیست معرفی میکنه حالا دکتر متخصص ارتوپدی میلیون ها تومن پول در ما در میاره نوش جانش زیادتر هم بشه دیگه اون درصد چی از فیزیوتراپیست میگیری شما اصلا این شرافت پزشکی این قداست پزشکی چطور به شما اجازه میده که شما بیایی از فیزیوتراپیستی که یک هزارم یک صدم شما درآمد داره درصد بگیری برای اینکه مریض با معرفی کنی یا به داروخانه یا به رادیولوژیست حد حسابی داره هر چیزی میدینی پس اگه احساس کردین که این دکتر برای دلایل دیگه شما رو برای رادیولوژی میفرسته همونجا نرید بدونید که این دکتر کارش رو خوب انجام نمیده. متاسفانه البته نمیشه همیشه جهت قسمت منفی قضیه را دیدی سری نکات دیگه هم هست. خب اون دکتری که بایستی درآمدش یه مینیمومی باشه. به با عنوان مثال یه جی پی تو انگلیس دکتر خونواده سال 300 400 هزار پوند درآمد داره. خب وقتی حالا من به هزینه ها و اینا ها کار ندارم هر کشوری زندگی کنه یه سری درآمده هزینه با هم دیگه در جریانن که وارد جزئیات نمیشیم ولی وقتی یه همکاری مثل اون تو ایران اونقدر درآمدش پایینه یه ویزیت وقتی 5000 تومنه و یه کورس تاکسی شما سوار میشین 5000 تومن میدین خب اینا با هم دیگه نمیخونه اون دکتر متاسفانه یا زیرمیزی میگیره یا شما رو به دو تا جای دیگه هم اضافه میفرسته رادیولوژی و فیزیوتراپی که چهار از اونجا گیرش بیاد پس ببینید فقط هم همکارا را نباید مقصر دونست شرایط خیلی پیچیده تره همه چی به هم ربط داره ولی تک تک ماها بایستی کوچکترین اقدامی کوچکترین کاری بکنیم تا این نظام سلامت ما به استاندارد برسه تمام اینا بخش ها و نکات مهمی از استاندارد پزشکی هستند وقتی که پزشک درآمدش کافی باشه به فکر درآمد نباشه مثل پلیسی که سر چهارراهی ساده به فکر درآمد نیست به فکر رشوه گرفتن از ماشینا نیست بعد کارشو درست انجام میده ولی وقتی که به فکر پول باشه یا دو کیلو دارو برای منویسه یا میگه هفته دیگه دوباره بیا شش دفعه اضافه ببیندش یا به چهار نفر دیگه معرفی میکنه برای آزمایش خون آزمایش عکس و غیره و غیره غیره و, و این استاندارد نیست استاندارد اینه که پسش به پول فکر نکنه فقط و فقط به بهبودی بیمار فکر کنه و این بهبودی هزار و یک روش داره به عنوان یه متخصص پزشکی شما فقط با دارو و ورزش و دستگاه ها نیست که بیمار رو خوب میکنی خیلی وقتا با دو تا جمله بیمار رو خوب میکنی چند جلسه پیش اشاره کردم یه سری مسائل روحی و روانی یا خانوادگی یا کاری خیلی وقتا جلوگیری میکنه از بهبودی شما و چون شما پیش دکترا اینو خوب راحت بیان میکنید و به این میپردازید یه نصیحت میکنه یه راحل پیش شما میذاره و میبینید که کمر که سه سال شما ازش رنج میبردین تمام زندگیتون رو به هم ریخته بود شروع به بهبودی کرد پس ببینید مسئله خیلی وسیعه راجع به تشخیص بیماری خواهش میکنم حتما و حتما به هر طریقی شده خودتون با مطمئن باشین که این تشخیص درسته و بهترین روشش هم اینه که بعد چند جلسه ببینید که آیا این درمان هایی که این فیزیوتراپیست رو من انجام میده تاثیر داره یا نه یه مثالی بزنم به آخر برنامه داره میرسیم یکی از دوستان از ایران عکسش فرستاده که بازو شکسته این قسمت خیلی شدید له شده استخونش اووردن اینو با آهن و اینا فیکسش کردن بعد یه عصبش هم تو این وسط قطع شده حالا آرنجش بعد دو ماه از جرایش گذشته آرنجش از 90 درجه بیشتر هر کار میکنه خم نمیشه از من خواسته که اینو من چکار کنم که خوب بشه فیزیوتراپی هم میرم خوب نشده من فقط به این نکته اشاره بکنم که فیزیوتراپی ما بایستی استانداردش بره بالا و اگه فیزیوتراپیست شما بتونه با یه سری حرکت های دستی به عنوان مثال اینجا را قشنگ فیکس میکنه و خیلی آرام و نرم رو این مفصل آرنج شما کار بکنه در بدترین شرایط هم شما بایستی بتونید که این حرکت لاغل حتی اگه مایچه هم و اصاب دستم کامل از کار بیافتن بایستی این آرنج شما لاغل راست بشه حتی اگه فلج هم شده باشه باز بایستی راست و خم بشه پس ببینید استاندارد وقتی بالا باشه خیلی از افراد خیلی از مواقع دچار یه سری شرایط جانبی و یه سری ناراحتی های ناشی از یه سری بیماری ها میشن به خاطر عدم استاندارد تو نظام سلامت ما امیدوارم که تمام همکاران عزیز و مخصوصا کسانی که تو رأس کار هستن از وزارت بهداشت بگیر تا کوچکترین درمانگاه در, در کوچکترین روستاهای ما بیان همه دست به دست هم بدن استاندارد پزشکی ما را ببرن بالا چون ما استعدادهای خیلی خوبی داریم ایرانی خوشبختانه خیلی زرنگن و تو پزشکی هم خیلی رده بالایی داریم ولی وقتی استاندارد نباشه وقتی گایدلاین نباشه وقتی قواعد و قانون ها نباشن هیچکی کی کارش درست انجام نمیده و اون موقع است که دست یه نفر به خاطر یه شکست کوچک راست نمیشه خیلی خوب با آخر برنامه رسیدیم شما رو به خدا میسپارم هر سوالی و نظری داشتید میتونید با من در تماس باشین از طریق وبسایت ما رو میبینید پایین برنامه تا برنامه بعد خدا نگهدار